خب عرض کنم حضور شما که در شروع برنامه نگاهی داریم به خبرهای اعتراضی امروز. روز یکشنبه 20 فروردین 97 جمعی از غارت شدگان پدیده شاندیز به منظور اعتراض علیه غارت دارایی و سرمایه زندگیشون توسط این مؤسسه غارتگر وابسته به ایادی رژیم در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردن. اونها شعار میدادن یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم رو بکن و حتی اگر بمیرم پولم رو پس میگیرم. از بیت نهبری بگیر، از دیوان عدالت بگیر، از شرکت بورس بگیر، از وزارت اقتصادی، وزارت دارایی، چهار سال عدالت. بله، خبر بعدی از کامیونداران هست. کامیونداران در اتوبان بابایی در تهران دست به اعتصاب زده و با توقف در این اتوبان کیلومترها صف تشکیل دادن. این کامیونداران در ادامه اعتصابشون از شهرهای مختلف قرار گذاشته بودند که سرجم در تهران تجمع کنند. کامیونداران چندین بنر روی کامیونهاشون نصب کرده بودند، از جمله اینکه اگرچه اتحادیه نداریم اما اتحاد داریم. کارگران زحمتکش گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به بلا تکلیفی مالکیت و تولید و عدم پرداخت مطالباتشون برای پنجمین بار مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع کردند. اونها مسیر خط راه آهن اهواز تهران و همچنین پل لشکر اهواز روبروی سینما هلال رو بستند. خبر بعدی از اهواز هست. باز هم کارگران زحمتکش شهرداری منطقه 5 اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده خودشون مقابل ساختمان طرح مکانیزه شهرداری اهواز ناحیه 4 و 5 دست به تجمع زده و با پهن کردن یک سفره خالی نشون دادند که در سفره افطاری اونها هیچ چیزی وجود نداره. منطقه 5 امروز هم 18 خرداد. آقای کتان بار خبر بعدی از رشت هست. غارت شدگان مؤسسه کاسپیان رشت برای چندمین بار در برابر شعبه گلسار این مؤسسه تجمع اعتراضی برپا کردند. زنان تجمع کننده با پرتاب سنگ به در این مؤسسه و ضربه زدن به اون خشم خودشون رو نشون دادن. خب بینندگان عزیز، در پایان خبرهای امروز توجهتون رو به فیلمی از بازی کودکان یک مدرسه در سیستان و بلوچستان جلب میکنم که نه تنها زمین و لباس مناسب ورزش ندارند، بلکه حتی توپ فوتبالشون هم بطری نوشابه است، همونطور که ملاحظه میکنید.